درود و وقتتان بخیر بنندگان عزیز به یک برنامه ویژه دیگر از چینل تاپ سیکریت خوش آمدید. گزارش های تازه ها است که قسیم ابراهیمی یک تن از چهره های فعال رسانه بزودی با یک دختر افغان ساکن استرالیا نامزد می گردد. گفته می شود که قسم ابراهیمی و چندین تن از دوستان نزدیک این فعال رسانهی ای و کمدین مشهور کشور در این روزها به شدت مصروفند و می خواهند تا مراسم ویژه را برگزاران نمایند. گفته می شود که محفل نامزدی قسیم ابراهیمی در یکی از هتل های زیبای کابل برگزار گردد و در آن جمع زیادی از دوستان این چهره شناخته شده رسانه کشور اشتراک خواهند کرد اگر می خواهید تا در این مورد بیشتر بدانید پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید اما قبل از آن و جهت حمایت از ما لطفا ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سبسکرایب کنید. قسیم ابراهیمی یک تن از چهره های فعال رسانه‌ای است که با وسیله استعداد و توانایی های ذاتی و فوقلادش در مدت کوتاه توانست تا در میان مردم مشهور شود. او میگوید که از کودکی علاقه فراوان به کارهای فرهنگی و رسانه ای داشت و به دنبال تحمل چالش ها و مشکلات سرانجام توانست تا خود را به چهره آشنا و معروف برای تمامی مردم افغانستان تبدیل کند. <تصفح> قسیم ابراهیمی که تا اواخر حکومت جمهوریت در تلویزیون طلو کار میکرد به دنبال سقوط حکومت و فرار اشرف غنی افغانستان را ترک کرد ولی به دلیل علاقمندی به کارهای رسانه‌ای در عالم مهاجرت نیز به فعالیت‌هایش ادامه داد مگم چقدر یک جفت زیبا هستیم با وجود از اینکه مزمه ایدنا جان خواهش کرده بودم که اکسای فامیلی ما را اکسای شخصی ما را شریک نکنین نکره... <متابع> دوستی جانی هست <متابع> همچنین و در حال که شماری از خبرنگاران طلو و ادایی از همکاران قسیم ابراهیمی کشور را ترک کرده و ادایی هم در حال رفتن بودن گزارش های منتشر شد که قسیم ابراهیمی می‌خواهد تا به کابل برود و دوباره کارش را در تلویزیون طلو از سر بگیرد. گفتنی است که در ابتدا فرهاد رامکی یکی دیگر از چهره های فعال رسانه ای و از کارمندان تلویزیون طلو از حضور قسیم ابراهیمی در کابل تحت کنترل طالبان خبر داد و به دنبال انتشار چندین ویدیو معلوم شد که او به افغانستان رفته و کارش را در تلویزیون طلو از سر گرفته است. ما خواستیم باز اطلاع رسانی بکنیم که قصیب است و می باشه از نرفته اگر می رام یک چکر بیرون پس این های هم سایه دوباره پس می آیم هرچند اخبار نامزدی قصیم ابراهیمی بارها منتشر شده و از سوی وی رد شد اما تازه ترین گزارش ها است که به دنبال ازدواج فرهاد رامکی دوست صمیمی و یار نزدیک قسیم ابراهیمی و از سوی دوستانش تحت فشار قرار گرفته است تا هرچه زودتر با دنیای مجردی ودا کرده و ازدواج نماید. گفتنی است که فرهاد رامکی نیز اخیرا ازدواج کرده و قسیم ابراهیمی با گردانندگی های هنری و جالبش این محفل را به یکی از زیباترین و خاطر انگیزترین محافل برای وی تبدیل نمود. <applause> چندین تن از نزدیکان قسیم ابراهیمی میگویند که خانم آینده قسیم ابراهیمی از افغانهای ساکن استرالیا است که از سالها به این سو علاقمند و بیننده برنامه ها و فعالیت های قسیم ابراهیمی بوده است. گفته می شود که این بانو همراه با خانوادهش همکنون در کابل رفته و دید و بازدیدهای آنها به نتایج خوبی انجام می است، این که محفل خوشی قسیم ابراهیمی در کدام هتل برگزار میگردد تا کنون معلوم نیست و کارهای مقدماتی جریان دارد تا محفل شاد و خاطر انگیزی برگزار گردد. نزدیکان قسیم ابراهیمی می گویند که قسیم و دوستانش نیست تصمیم دارند تا مانند فرهاد رامکی از برنامه نامزدیش فلم بگیرد و آن را با هموطنان در داخل و خارج از کشور نیز شریک نماید پیش از این فرهاد رامکی دوست صمیمی قسیم ابراهیمی نیز گفته بود که او با برگزاری محفل و انتشار برنامه متفاوت و انتشار ویدیو خواسته بود تا ساعت خوش و شادکامی را با هموطنان رنج دیده کشور شریک نماید وقتی میبینی که در کنار چش قاومستی در کنار مردم نازنین نشستی عزیزی که در خوشی بالاتر نمیتونه باشه و ای گفته بود که دوست دارد تا در کنار او سایر مردم افغانستان نش شاد شوند و برای چندین ساعت هم که شده لحظات شادی را تجربه نمایند گفتنی است که قسیم ابراهیمی همکنون کدام برنامه خاص را در تلویزیون تلو به پیش نمی برد و در پشت صحنه با شماری از کارگردان و چهره های جدید پس از جمهوریت کار میکند. قسیم ابراهیمی پس از آمدن به افغانستان در روزهای اید چندین برنامه را اجرا کرده و سرانجام با مردم و هوادارانش خداحافظی کرده و از همکار دیگرش خواست تا این برنامه را گردانندگی کرده و آن را به پیش ببرد. جان رحمانی برنامه رو, در رو را با فصل جدید به خیر پیش بیبره. ای تقدیم شما به گفته منابع طالبان از ابتدا به قسیم ابراهیمی وعده داده بودند که به او کاری ندارند و دوست دارند تا او در کنار سایر همکاران که کشور را ترک نکرده و به کار رسانهیشان ادامه دادند همچنان ادامه دهد چندین مقام رسانهی و امنیتی طالبان به دنبال رفتن قسیم ابراهیمی به کشور با وی دیدار کرده و مسئولان ارشد تلویزیون طلو نیز با وی اطمینان دادند که برای این چهره هنری و رسانهای حادثه رخ نخواهد داد و نیروهای طالبان امنیت او را تامین خواهد کرد امیدوارم که این موضوع هرچه زودتر واقع شود و آرزو داریم تا تمامی شهروندان کشور در هر کجایی که زندگی میکنند زندگی خوب و آرامی را داشته باشند. بنندگان عزیز شما نیز دیدگاه ها و نظراتتان را کامنت کنید و با ما و سایر هموطنان در میان بگذارید تا برنامه های بعدی الله نگهدار.